سال بعد از خروج از دولت او نباید دست به لابیگری بزنن. آقای ترامپ در مبارزه انتخاباتی همیشه میگفت که این باطلاقی است که در واشنگتن وجود داره و اون این باطلاق را خشک خواهد کرد. بینندگان، آقای اوباما هم در شروع کار خودش چنین چیزی رو مطرح میکرد و اون چنین مطرح میکرد که لابیگرها نباید در سیاست در دولت دخالت بکنن، ولی به زودی آقای اوباما عقب نشینی کرد. به طور مثال ویلیام لین، یکی از شخصیت های لابیگر بسیار پرنفوذ در مجتمع صنایع نظامی را معاون وزیر دفاع آمریکا کرد. بینندگان عزیز، آقای ترامپ روز یک شنبه به تلویزیون سی بی اس چنین گفت، اذعان کرد که بسیار مشکل کسانی را برای دولت آینده پیدا کرد که لابیگر نبوده باشند یا با لابی ها رابطه ای نداشتند. همکنون هم در تیم انتقالی آقای ترامپ کسانی وجود دارند که لابیگر هستند. همکنون هم در تیم انتخاب در تیم آقای ترامپ در تیم انتقالی آقای ترامپ کسانی هستند که کمک های مالی زیادی در مبارزه انتخاباتی با او کردند و نفوذ در ساختار دولت آینده آقای ترامپ خواهند داشت. اشخاص مانند رودی جولیانی، رودی جولیانی در واقع لابیگر صنایع و شرکت های امنیتی آمریکاست. آقای جولیانی، رودی جولیانی لابیگر مجاهدین بوده، چندین سال تمام برای مجاهدین فعالیت میکرده. در نشست 9 ژانویه مجاهدین در پاریس آقای رودی جولیانی شرکت کرد و در اون سخنرانی خواهان سقوط جمهوری اسلامی شد. در کنار او جون بولتن، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، کسی که خواهان جنگ عراق بود، قرار داشت در 9 ژوئیه در نشست مجاهدین و او هم خواهان سقوط جمهوری اسلامی شد و همکنون دیروز دوباره چنین مطرح کرده که باید در ایران تغییر نظام و تغییر رژیم به وجود بیاد. آقای جون بولتن کسی است که در سال 2015 زمانی که توافق اتمی به امضا می رسید چنین مطرح می کرد که جمهوری اسلامی و ایران باید بمباران بشه و مجاهدین در واقع به قدرت برسن. این صحبت هاییست که جون بولتن می کرد. آقای جولیانی، جون بولتن و نیوت گینگریش مجاهدین را اپوزیسیون واقعی ایران می دونن و اونا میگن مجاهدین اپوزیسیون هستن، نه دیگران. آقای رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، چند روز پیش از آقای ترامپ چنین خواست که حمایت از گروه های سکولار و دموکرات در ایران بکنه. بینندگان عزیز، ولی بینندگان، به نظر نمیرسه حامیان آقای ترامپ مجاهدین خلق را در واقع ترجیح میدن به نیروهای آزادی خواه و دموکرات در ایران. حامیان مجاهدین خلق، رودی جولیانی، نیوت گینگریش و جون بولتن، خواهان پاره کردن توافق اتمی ایران هستند. بینندگان، اینها از طرف عربستان سعودی و اسرائیل حمایت میشن. شاهزاده بسیار پرنفوذ عربستان سعودی ترکی الفیصل در روز 9 ژوئیه در نشست مجاهدین شرکت میکنه و به نمایندگی از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از مجاهدین میخواد که باعث سقوط جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در ایران بشن. بینندگان، ترکی الفیصل بین سالهای 1977 تا 2001 رئیس استخبارات عربستان سعودی بود. او یکی از پرنفوذترین شاهزادگان عربستان سعودی و بدون تایید ملک سلمان به یقین باید ادعا کرد که او در نشست مجاهدین شرکت نمی کرد. بینندگان، امروز 37 سال از سرکوبی مردم ایران توسط رژیم فاشیستی آخوندی میگذره. اونا مردم ایران رو به فقر و فلاکت کشیدن، ولی امروز یک بار دیگه نئوکانها و جمهوری خواهان مرتجع خواب رویای روی کار آوردن گروه دیگری را دارن که در واقع این گروه به سرکوبی ادامه بده، به خونریزی ادامه بده و خونریزی و سرکوبی را
در ایران تکمیل بکنه. بینندگان، این هشداری است به مردم ایران که به دام فریب نیافتند، به دام فریبکارانی که خواهان نابودی تمامیت ارضی ایران و حاکمیت ملی ایرانند. بینندگان، با تمام شفافیت باید گفت کسانی که خواهان تخریب و پاره کردن توافق اتمی هستند، آنها خواهان جنگ با ایران هستند، خواهان جنگ با مردم ایران هستند. اونها از عناصر داخلی برای جنگ داخلی ابزاری میسازند و از اونها استفاده میکنند. همون چیزی که در عراق افتاد، جنگ طلبان از افرادی مانند چلبی، احمد چلبی استفاده کردند و به عراق حمله کردند و باعث نابودی عراق شدند. بینندگان عزیز، جنگ طلبان از افرادی در لیبی استفاده کردند، این جنگ طلبان فرانسوی، انگلیسی و آمریکایی در لیبی از کسانی استفاده کردند به عنوان ابزار جنگ داخلی و باعث تخریب کامل لیبی شدند و امروز لیبی به مرکز تروریسم جهانی تبدیل شده. در لیبی امروز حکومت‌های ملوک و طوائفی قدرت دارند، صدها میلیشیا در مناطق مختلف لیبی قدرت سیاسی را به دست دارند. عواملی مانند مصطفی الجلیل، وزیر سابق دادگستری قذافی که خودش را رهبر شورشیان میدانست، یا یونس الفتا، جنرال یونس الفتا که زمانی وزیر داخلی قذافی بود و بعدها فرمانده کل نیروهای شورشیان بود، در واقع اینها در دست جنگ طلبان و ابزار در دست جنگ طلبان باعث تخریب و نابودی لیبی شدن. بینندگان، و متاسفانه باید اونا بدونن که امروز دیگه نامی از اونها نیست، از مصطفی الجلیل در لیبی دیگه نامی نیست. یونس الفتا، جنرال یونس الفتا به دست خود رادیکال های اسلامی و افراطیون اسلامی و القاعده کشته شد. بینندگان عزیز، امروز ابزار جنگ طلبان اون چیزی که بولتن دیروز مطرح کرده که ایران باید رژیمش تغییر بکنه، یعنی خارجی ها باید رژیم رو تغییر بدن، ابزار اونها مجاهدین خلق هستند که اونها با پول های عربستان سعودی تأمین میشن و در زمان مناسب در جنگ داخلی به آنها سلاح‌های بسیار کشنده خواهند داد. بینندگان عزیز، اگه توافق اتمی با شکر روبرو بشه و رادیکال‌ها در ایران و نیروهای بسیار افراطی در ایران دوباره دست به غنی کردن اورانیوم در سطح وسیع بزنن، به احتمال قوی این گزینه جنگ را تشدید میکنه، یعنی جنگ در ایران اتفاق خواهد افتاد، جنگ داخلی اتفاق خواهد افتاد. بینندگان عزیز، جنگ داخلی باعث تجزیه کشور ایران خواهد شد، فقط باعث سقوط نظام جمهوری اسلامی نخواهد شد، باعث تجزیه کشور ایران خواهد شد، صدها هزار شاید میلیون ها کشته خواهند شد، تمام زیربنای اقتصادی و صنعتی ایران تخریب خواهد شد. و توجه بکنین به آوارگان سوریه و عراق و شاید میلیون ها و ده ها میلیون از مردم ایران آواره بشن. بینندگان، آلمانیا یک جمله بسیار زیبایی دارن و چنین میگن: ویرت دن انفنگن. ترجمه موقعی بکنیم این جمله رو بدیم معناست که باید جلوی شروع خطر را گرفت، باید خطر را در نطفه از بین برد. کسانی که امروز آگاهانه و ناآگاهانه از کشورهای غربی میخوان که در ایران دخالت کنند، به دام فریب افتادن. بینندگان، یا توجهی ندارن که در همسایگی ایران، در افغانستان، در عراق، در لیبی و سوریه چه میگذره. این افراد وانمود میکنند که ایران، افغانستان، لیبی، عراق و سوریه نیست و مستثناست. بینندگان، چه اشتباه وحشتناکی را این افراد انجام میدن که میتونن باعث نابودی کشور ایران بشن. مبارزه با رژیم فاسد فاشیستی در ایران، بینندگان، مسئولیتش به عهده مردم ایرانه. مردم ایران نباید بر تکیه با حمایت خارجی یا دخالت خارجی با رژیم ایران مبارزه بکنن و امید داشته باشن که خارجی ها رژیم ایران را تغییر بدن، آنچه که آقای بولتن میگه. باید خودشون دست به کار بشن و رژیم فاسد غارتگر را سرنگون بکنن.
دخالت خارجی بدون شک باعث انهدام ایران خواهد شد. امروز بینندگان عزیز، دشمنان خارجی و دشمنان داخلی در یک روی دروی یک سکه قرار دارند. صبح صادق این هفته نامه سپاه پاسداران در نوشته خودش در 24 آبان خرسندی خودش را از انتخاب آقای پوتین ابراز میکنه. صبح صادق هفته نامه سپاه پاسداران چنین بنویسه که با حضور ترامپ عملا از برجام چیزی باقی نخواهد ماند و اصلاح طلبان دولت روحانی در انتخابات آینده با شکست روبرو خواهند شد. بینندگان، با این گفته مجله سپاه پاسداران، هدف سپاه کودتاگر در واقع شکست دولت روحانی است و اینکه چه بلایی به سر مردم ایران خواهد آمد براشون مهم نیست. برای اونها مهمه که دولت روحانی سقوط بکنه و اونها به غارت میلیاردی خودشون ادامه بدن. سپاه و نیروهای رادیکال اسلامی در ایران وحشت و نگرانی از اجرای توافق اتمی دارن، زیرا با توافق اتمی میتونه روابط اقتصادی و تجاری با خارج از کشور به وجود بیاد، تکنوکرات ها در ایران فعال بشن و رادیکال ها و افراطیون به حاشیه رانده بشن. بینندگان عزیز، و این یک قدم به جلوس، مردم قدم به جلو خواهند گذاشت که اگه توافق اتمی از بین نره. هفته نامه صبح صادق حتی از دوستی جولیانی، بولتن و گینگریش با مجاهدین ابراز خرسندی میکنه، زیرا اونها با مواضع تند خودشون میتونن باعث سختتر شدن سیاست ترامپ در مقابل ایران باشن. ولی آیا اینکه آقای ترامپ واقعا سیاست خصمانه ای را در مقابل ایران اتخاذ بکنه، باید منتظر مان. بینندگان عزیز، ترامپ در سال 2015 چنین مطرح کرد که قرارداد اتمی هولوکاست اتمی است، ولی بعدها او دیگر از پاره کردن قرارداد اتمی سخنی به میان نیاورد و در این اواخر صحبت از این میکنه که او قرارداد اتمی را بازبینی خواهد کرد. و در یک پیمانی که آقای ترامپ در اواخر اکتبر با انتخاب کنندگان خودش بست برای 100 روز اول ریاست جمهوریش، پیشنهاد 18 اقدام سری را انجام داد که در این 18 اقدام سری از توافق اتمی و تخریب توافق اتمی صحبتی نیست. بینندگان، اینو آقای ترامپ چند روز پیش مطرح کرد. آقای ترامپ، همونطوری گفتم، امروز صحبت از بازبینی توافق اتمی میکنه. همزمان با او رادیکالترین جمهوری خواهان کنگره آمریکا و سنای آمریکا امروز در رابطه با توافق اتمی عقب نشینی کردن. بینندگان عزیز، یکی از آنها سناتور باب کروگر. سناتور باب کروگر زمانی خواهان لغو توافق اتمی ایران بود. امروز او چنین میگه که در مورد توافق اتمی بهتر از هماهنگ با اروپا و دیگران عمل کنیم. توجه بکنیم، میگه بهتره با اروپا و دیگران همکاری بکنیم و عمل بکنیم. باب کروگر ابراز تردید میکنه که ترامپ فوراً توافق اتمی را لغو بکنه. باب کروگر رئیس کمیته خارجی سنای آمریکاست، یکی از بانفوذترین جمهوری خواهان در آمریکاست. باب کروگر ادامه میده، میگه به نظر من شروع باید این باشد که دولت ایران را مجبور کنیم شدیداً به اجرای توافق اتمی پایبند باشه. یعنی در صحبت ها تغییر اساسی به وجود آمده. ما میدونیم که تا به حال هم آژانس بین‌المللی اتمی در وین همیشه مطرح کرده، در 4 قطعنامه خودش، در 4 گزارش خودش مطرح کرده که ایران وفادار به توافق اتمی مونده. این اون چیزی که آقای باب کروگر مطرح میکنه همون چیزی است که آژانس بین‌المللی اتمی مطرح میکنه. باب کروگر چنین میگه که این توافق، توافق بین ایران، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز به شمار میره و ایالات متحده یکی از امضا کنندگان این توافقه. بینندگان، گرچه آقای ترامپ در مورد ایران ضد و نقیض زیاد صحبت کرده، زمانی آقای ترامپ خواهان شلیک به سوی نیروهای دریایی ایران در خلیج فارس شده
زمان دیگه از نقش ایران در سوریه در کنار بشار اسد و روسیه حمایت کرده و خرسندی خودشو اعلام کرده. بینندگان، امروز حتی امکان این وجود داره که جمهوری خواهان با رژیم جمهوری اسلامی مماشات بکنن. جمهوری خواهان دو بار در طول تاریخ در زمان آقای رونالد ریگان با جمهوری اسلامی کنار آمدن. در مبارزات انتخاباتی در سال 1980 بین کارتر و ریگان، اونها از رژیم جمهوری اسلامی و خمینی خواستند که گروگانها را آزاد نکنند تا ریگان پیروز انتخاباتی بشه. و در روز تحلیف ریگان در 20 ژانویه 1980 رژیم جمهوری اسلامی گروگانهای دیپلمات آمریکا را آزاد کرد. بینندگان عزیز، بار دوم آقای ریگان در آگوست سال 1985 به ویلیام کیزی رئیس سی‌آی‌ای آمریکا اجازه داد که معاملات تسلیحاتی و معاملات اسلحه با ایران را انجام بده. ریگان آن زمان علناً با جمهوری اسلامی خصومت میکرد، دشمنی میکرد و اعلام جنگ با جمهوری اسلامی را کرده بود. ولی در خفا او وارد معامله با جمهوری اسلامی شده بود. بینندگان عزیز، ریگان در رابطه با جمهوری اسلامی همیشه اعلام میکرد، من سیاست خارجی ریگان اینجا مطرح میکنم، ریگان همیشه اعلام میکرد هیچ گونه معامله با تروریست ها انجام نخواهد داد، با تروریست های ایران انجام نخواهد داد. و دیگه اینکه هیچ زمانی سلاح به جمهوری اسلامی نخواهد داد. بینندگان، ریگان که خصمانه تر از ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکرد، این دو ستون سیاست خارجی خودش رو در رابطه با ایران زیر پا گذاشت. قبل از دادن تسلیحات و اسلحه به ایران، در 14 ژوئن 1985 حزب الله لبنان یک هواپیمای مسافری TWI آمریکا را روبود و به بیروت برد و در اثر این هواپیما روبایی یک آمریکایی کشته شد. تروریست ها خواهان این بودند که 17 تروریست در کویت آزاد بشن و 766 لبنانی در زندان های اسرائیل آزاد بشن. ولی قابل توجه چیز دیگریه بینندگان عزیز، بر اساس خواهش کاخ سفید و شخص ریگان، علی اکبر رفسنجانی یعنی رئیس شورای عالی دفاع ملی در ایران و نماینده تام الاختیار خمینی در مذاکرات برای آزادی گروگانها باید شرکت میکرد. اینا ریگان خواسته بود. ریگان که علی اکبر رفسنجانی رو تروریست مینامید، اکنون وارد معامله با این تروریست شده بود. در آخر ژانویه 1986 واینبرگر وزیر دفاع آمریکا دستور داد که 1000 راکت تو را به ایران تحویل بدن و این راکت ها در فوریه 1986 به ایران داده شدند. بینندگان عزیز، ویلیام کیزی رئیس سیاه به دستور شخص آقای ریگان وزیر رئیس جمهور آمریکا 2000 راکت ضد تانک به ایران تحویل داد، 18 سیستم راکتی ضد هوایی به ایران تحویل داد، 2 هواپیمای پر از قطعات یدکی و مهمتر از آن دستگاه‌های جاسوسی، تجسسی و اطلاعاتی آمریکا در زمان ریگان به ایران تحویل داد. به دستور خمینی و خامنه‌ای باید این معامله مخفی می‌ماند. بینندگان عزیز، ولی می‌دونیم که این معامله افشا شد. حتی جورج بوش آن زمان معاون آقای ریگان چنین مطرح کرده بود که این معامله باید مخفی بمانه. ولی همونطوری گفتم، رفسنجانی مجبور شد افشا بکنه که نماینده آقای ریگان یعنی مشاور ملی آقای ریگان به ایران سفر کرده و با رهبران ایران ملاقات کرده. این در واقع این مشکل به نام ایران گیت معروف شد. مطلب دیگری که در این رابطه بسیار مهمه بینندگان، آقای ریگان به دروغ در 13 نوامبر 1986 خطاب به مردم آمریکا چنین گفت:
آقای ریگان خطاب مردم آمریکا گفت ما هیچ گونه، من تکرار میکنم، هیچ گونه سلاح و چیز دیگر با ایران معامله نکردیم. بینندگان، این مطالبی رو که من مطرح کردم اسناد CIA آمریکا هستند. مطالب ساخته من نیست، اسناد CIA آمریکا هستند که این مطالب رو من امروز براتون تفسیر کردم. تا به حال آقای ترامپ سرسخت بوده، حتی در مناظره دوم با خانم کلینتون چنین مطرح میکنه که شما باعث شدید رژیم جمهوری اسلامی که در حال فروپاشی بود قدرت منطقه بشه. این آقای ترامپ به خانم کلینتون گفت. بینندگان، باید منتظر موند که آیا آقای ترامپ سیاستشو در قبال ایران تغییر خواهد داد و یا با جمهوری اسلامی مانند ریگان مماشات خواهد کرد. ولی امروز با صحبتایی که امروز میشه و شانسی که آقای رومنی، میت رومنی برای وزیر امور خارجه شدن آمریکا داره، میتونه شرایط کاملا تغییر بکنه. میدونیم که میت رومنی هیچ موقع خواهان پارا کردن توافق اتمی نبوده. او خواهان تغییر توافق بوده، ولی صحبتی از لغو توافق اتمی نکرده و او به احتمال قوی وزیر امور خارجه آینده آقای ترامپ خواهد بود. و در ضمن آقای فلین، جنرال فلین، مشاور ملی آقای امنیت ملی آقای ترامپ خواهد بود. ما میدونیم که فلین در رابطه با سوریه میخواد با روسیه همکاری بکنه و آقای فلین چنین مطرح میکنه که باید در پیمانی با روسیه بر علیه تروریسم مبارزه کرد تا روسیه تا سوریه آرام بشه و مشکل سوریه حل بشه. این صحبتی است که آقای فلین، جنرال فلین، که امروز مشاور امنیت ملی آقای ترامپ مطرح میکنه. بینندگان، فرصت برنامه من همینجا به اتمام رسیده. تا برنامه آینده، بدرود.